دست نمی تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل اغلبمندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز جمعه 8 ماه مارس یا مارچ برابر با 18 اسفند ماه در خدمت شما هستیم. ما برنامه بازشناسی باورها، به قول یکی از دوستان عنوان برنامه شما بسیار ترسناکه و من هم میپذیرم، با اینکه لحن خشنی نداره اما محتواش بسیار ترسناک. انسان‌ها همیشه تمایل به حفظ باورهاشون دارن، یعنی آنچه که برای اونها سبب اطمینان شده، و اگر شخصی سعی کنه اون باورها رو به چالش بکشه در برابر اون مقاومت میکنن. اساسا وقتی صحبت از تحجر میشه، یعنی از حجر، یعنی سنگ، به کسی گفته میشه که قاید خودش رو، باورهای خودش رو همانند یک سنگ خشک و سفت و سخت نگه میداره و حاضر نیست انعطافی به خرج بده، یک بار برای همیشه اونها رو مورد بازنگری قرار بده، مورد بازشناسی قرار بده، تا شاید بل خطا باشه. به هر حال عنوان ترسناکی است، علی‌رغم شاید لحن نچندان ترسناک یا خشن. امروز 8 مارس روزی است که مبارزات زنان در طول تاریخ سبب شده که این روز رو به نام روز جهانی برای بانوان و مبارزات اونها بدن. قطعا تبریک میگم به همه بانوانی که در راه آزادی و رفع تبعیض‌ها در همه زمینه‌ها و اشکال اجتماعی و فکری حتی مبارزه میکنن، و همینطور مردان و رسانه هایی هم که در این راستا تلاش تا اون وضع تبعیض‌آمیزی که برگرفته از سنت های ماست و باورهای غلط رو دگرگون میکنه. در واقع اهمیت این مسائل از اون روز که ما مبارزه با علم، مبارزه با دانش همیشه سبب خسران برای ماست. یعنی شما فرض کنید در یک مقیاس کوچک، کشاورزی که بذر الف رو میکاره نمیتونه انتظار داشته باشه که پس از ماها محصول ب رو برداشت بکنه. از هر بذری محصول همان بذر بیرون میاد. اگر کشاورزی به شما بگه که من بذر الف رو کاشتم اما توقع دارم در زمان برداشت محصول میوه ب رو برداشت بکنم، شما به او خواهد گفت. به نوعی او رو شخصی میدانید که شاید دارای اون خرد لازم برای این امر نیست. همینطور زندگی سالم، زندگی پرنشاط نیاز به یک برنامه و طرح داره، نیاز به یک سبک داره، نیاز به یک فکر داره. شما باید از بسیاری از هر آنچه که میتواند به یک زندگی سالم خلل وارد کنه پرهیز بکنید. شما نمیتونید مواد مخدر استعمال بکنید، مشروبات الکلی استعمال بکنید، از غذاهای نامناسب بهره ببرید اما توقع داشته باشید بیمار نشید، طول عمر مناسبی داشته باشید. نشدنیست. با نذر و دعا و نیایش هم نمیشود با اون سبک زندگی سلامت داشت. انسانی که تحصیل دانش نکنه شغل خوبی پیدا نخواهد کرد، و وقتی شغل خوبی نداشته باشه درآمد هم نخواهد داشت. تحصیل دانش الزاماً به معنای تحصیلات آکادمیک نیست. شما اگر میخواید نجار بشید هم نیاز به تحصیل دانش دارید، اما فن نجاری. اگر میخواید یک میکانیک اتومبیل بشید باید برید رنج و مشقت و زحمت تحمل بکنید، کنایه های استادکار رو بپذیرید تا بعد بتونید خودتون به اون درجه برسید که استادکار بشید.
حالا مقیاس بزرگتری ببریم، اگر میخوای جامعه خوب هم داشته باشی، یعنی اگر دلتون پر میکشه برای اینکه چرا ایران ما مثل ایالات متحده نیست، چرا ایران ما مثل کشورهای اروپایی و کشورهای آزاد غربی نیست، به دلیل اینکه آن رنج و مشقتی که این جوامع کشیدن شما نکشیدید، این طرح و برنامه هایی که اونها پیاده کردند شما نپذیرفتید. بنابراین نابرد رنج هیچ گنجی هم برای شما میسر نیست. از این فکر و خیال باطل و از این باور ناسهی بیرون بیاید که با اندیشه های متحجرانه و واپسگرایانه بخواید جهان مدرن بسازید. ایران ما محل نزاع بوده بین اندیشه های سنتی و اندیشه های مدرن. کسانی که سعی کردند به هر بهانه‌ای به سنت ها وابسته باشند، چه سنت دینی چه سنت اجتماعی. فرض کنید در سنت ما زنان اینطوری بودن، پس این سنت رو باید پاس داشت. نه، غلط. در سنت ما چنین بوده که در امر سیاسی فقها، روحانیون، پادشاهان، خلفا، امامان بر ما حکومت کنن، ما هم هرچی اونا گفتن بگیم چشم. غلط. شما نمیتونید با افکار صدوق و کلینی ها جهان مدرن بسازید. در اروپا هم نشد. اروپا متعلهان و آبای کلیسای بسیار شاخصی داشت. بسیار از متکلمان جهان اسلام برای دفاع از عقاید اسلامی خودشون آرای همان متکلمان مسیحی رو به کار میبرن، اما بومیش کردن. اما جوامع غربی هم نگاه کردن و دیدن که با این اندیشه های روحانی دینی شما نمیتونید جامعه سالم بسازید. بنابراین هدف ما از طرح مسائل مبنایی، با اینکه در داور خیلی از باورهای ما رو به چالش میکشه، به قول بسیاری از اندیشمندان جگرگوشه های ما رو از ما میگیره، ما به خیلی از سنن خودمون وابستگی داریم، اما گاهی باید اونها رو رها کنیم. برای ساختمان نو شما نیاز به مصالح نو دارید، باید یک سری از اون اشیا رو کنار بزنید که جا باز بشه، وگرنه نمیشه انسانی با افکار سنتی متحجرانه واپسگرا به دنبال طرح جدیدی، جهان جدیدی و جامعه نوین باشه. نشده نیست. پس بی جهت به جای مبارزه با علم و دانش، باید علم و دانش رو پذیرفت، وگرنه سرنوشت ما متناسب با اون افکاری که نداریم و اجرا نمی کنیم نمیتونه باشه. خب، آرای لاک رو بررسی میکردیم، به جایی رسیدیم که امروز دو وضعیت رو که لاک طرح میکنه به عنوان مقدمه بحثش پیگیری بکنیم، ببینیم از دل این اندیشه‌های لاک چه بیرون میآید. در واقع لاک سعی میکنه در فضای انگلستان قرن 17 دو حق رو که در اون زمان یکیش دارای قدرت بود، یکی دیگر در ضعف به سر می برد، در برابر هم قرار بده. قدرتی که در اون زمان بیشتر بود قدرت پادشاهان بود، یک حق ویژه برای اونها در نظر گرفته بودن. درس کردیم آیس رابرت فیلمر و دیگران در کتابهای خودشون اون رو تقریر و تبیین کردن، و حق مردم به عنوان جمهور یک حق حد اقلی بود. لاک سعی میکنه به نفع مردم وارد عمل بشه. او یک جمهوری خواه تمام و کمال نیست. او به دنبال اینه که حق مردم رو در درون همون نظام پادشاهی یا سلطنت مشروطه انگلستان به حدی بالا ببره که کارکرد دولت یا هیئت حاکمه در راستای همون چیزی که مردم میخواهند قرار بگیره، تا اینکه افکار او تبدیل بشه به آنچه که در ایالات متحده تبدیل به جمهوری شد،
یعنی نزدیک به 70-80 سال بعد از لاک و کتاب در واقع رساله او در باب حکومت، خب اندیشمندان دیگری آمدند، آبا و پدران بنیانگذار امریکا، افرادی مثل تاماس پین و خیلی های دیگر که این رو تئوریزه بکنن برای ایجاد یک جمهوری جدید. بنابراین لاک سعی میکنه نطفه حقوق مردم و اینکه دستگاه ها و نظم سیاسی و اون تنواری سیاسی مشروعیتش رو از مردم میگیره تبیین کنه. خب لاک دو مسئله رو عنوان میکنه. یکی وضعیت طبیعی است. ببینیم از نظر لاک وضع طبیعی چه وضعیتی است. وضعیت طبیعی وضعیتی است که در آن آدمیان بر اساس عقل بدون آن که کسی در میانشان برتر بوده و آمریتی برای داوری میان آنها داشته باشد در کنار یکدیگر زندگی میکنند. اما وضعیت جنگی آن است که فردی نسبت به شخص دیگر زور بگوید یا قصد زورگویی داشته باشد و مرجعی فرادست بر روی زمین نباشد تا بتوان برای رهایی به او متوسل شد. فقدان چنین مرجعی است که این حق را به یک انسان می‌دهد که علیه متجاوز دست به جنگ بزند، حتی اگر او عضو یک جامعه باشد، و این امر در اجتماع رخ نمی‌دهد. از این رو دزدی که همه هستی مرا به تاراج برده و من نمی‌توانم بجز متوسل شدن به قانون از او خسارت بگیرم و او مرا در وضعیتی قرار داده که قانون نیز نمیتواند مداخله کند و جان مرا از خطر موجود حفظ کند، من حق کشتن او را دارم، زیرا اگر جان من در این شرایط از بین برود دیگر قانون هم نمیتواند خسارت وارده را ترمیم کند. خب حرف لاک چیست؟ لاک میگه ما در یک وضعیتی به سر میبریم که انسانها با هم برابرن، هیچ نیروی قدرتمندی وجود نداره. یعنی من همون گونه که آقای الف، خانم ب میتونه کسب و کار داشته باشه، میتونه زمینی رو بگیره آباد بکنه، میتونه این کار انجام بده. منتها مشکل در جایی است که در درون این جامعه ممکنه یک قدرت فائقه ای بیاد و همین دارایی من رو از من بگیره. تعبیر دارایی از نظر لاک شامل جان آدم، مال آدم و آبرو و عرض آدمه، نام دارایی های یک انسانه. بنابراین یک شخصی میتونه بیاد زمینی که من آباد کردم از من بگیره، منو بکشه، زن و فرزند من رو به عنوان برده و کنیز ببره، اموال منو تاراج کنه. لاک میگه در این وضعیت هیچ مرجعی وجود نداره که من به اونجا رجوع بکنم، بگم آقای الف آمد دارایی من رو تصاحب کرد. خب در چنین وضعیتی جایگاه من چیست؟ در یک وضعیت جنگی است. یعنی هر لحظه ممکنه عین میدان جنگ با آمدن یک گلوله‌ای یا موشکی جان من، خانه من، فرزند من از دست بره. نیروهای نظامی بیان منو بکشن یا منو اسیر بکنن، به بردگی بگیرن. پس این وضعیت طبیعی است. حالا لاک ادامه میده. بنابراین همین قانون که برای حفظ و حراست من به وجود آمده است، یعنی قانون طبیعی، وقتی من دزدی رو میبینم آمده به خانه من، خب طبیعی از خودم دفاع میکنم، چون مرجعی وجود نداره که من به اونجا رجوع بکنم. ضمن اینکه وقتی این شخص جان من رو بگیره، کدوم قانون میتونه جان من رو به من برگردونه؟ هیچ قانون وجود نداره. انسانی که فوت کرد دیگه احقاق حقش نمیتونه منجر به زنده شدنش بشه. به من اجازه دفاع از خود، حق جنگ و آزادی کشتن متجاوز را میدهد، زیرا در این شرایط متجاوز نه فرصتی به من میدهد تا به قانون متوسل شوم و نه فرصتی به قانون میدهد تا در مورد شرارتی که ممکن است غیر قابل ترمیم باشد تصمیم بگیرد. اعمال زور ناحق
نسبت به هستی یک انسان خواه داور مشترکی باشد یا نباشد به وجود آورنده وضعیت جنگ. خب حالا لاک سعی میکنه بعد از شناساندن جامعه طبیعی یا وضعیت طبیعی، جامعه سیاسی رو به ما معرفی کنه. میخواد بگه چه فرقی این دوتا با هم دارن. پس در درون جامعه طبیعی یا وضعیت طبیعی ما قانون نداریم. اگر کسی به مال ما یا به دارایی ما دست بندازه، مرجع فست خصومت نداریم و وضعیت ما یه وضعیت جنگی است که خودمون باید از خودمون دفاع بکنیم. خب حالا جامعه سیاسی چه وضعیتی داره؟ هر جا تعدادی از مردم با هم در جامعه متحد شوند و همه آنها از قدرت اجرایی که قانون طبیعت در اختیارشان قرار داده درگذرند و آن را به جامعه بسپارند، آن جامعه جامعه سیاسی یا مدنی است. در واقع منظورش اینه که وقتی من حق مجازات دزد رو دارم، اما این حق رو میدم به یک نهادی در بیرون به نام دولت، یعنی اگر دزدی آمد مال من رو برد، خودم دزد رو مجازات نمی کنم، بلکه به دولت میگم که این به مالکیت من تعرض کرده. دولت هم بعد از استماع دعوا از این ملک من خلعیت میکنه، غاصب رو بیرون میکنه، من از بخشی از آزادی های خودم صرف نظر میکنم و این رو به یه مرجع دیگری به نام دولت میدم، از بخشی از مال خودم صرف نظر میکنم به عنوان مالیات که دولت بتونه کارمندانی داشته باشه در نهادهایی مثل دستگاه قضا، نیروهای پلیس، که اینها بتونن هم حکم رو اجرا بکنن، هم بتونن در درون جامعه امنیت و آرامش و ثبات بیارن. اما لاک اینجا سخن از این میکنه که گاهی شما وقتی این نهاد بیرونی مثل دولت رو ساختید، خود دولت تبدیل میشه به یک راهزن، یعنی اون عهد و پیمانی که شما مردم جامعه مدنی جامعه سیاسی بستید که ما یه دولت بسازیم از ما حفظ کنه، حراست بکنه، دارایی ما رو نگه داره، از جان ما محافظت بکنه. اما میبینید خود دولت این بار تبدیل میشه به جانی، تبدیل میشه به راهزن. شما دولت جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، یک دولت راهزن، نمیاد از جیب ما برداره، هرچند اون کارم میکنه، اما از پول نفت مردم برمیداره، از دارایی های مردم برمیداره، کسی هم اعتراض کنه جانش رو از دست میده. بنابراین ما دولت های راهزن هم داریم، دولت های غارتگر هم داریم. تفاوت جامعه ما با جامعه غربی در اینه، دولت های اونا خدمتگزاره، اگر نفتی میفروشه صورت حسابشو به مردم ارائه میکنه، میگه درآمد دولت اینه، اینم هزینه هاشه، چون پول نفت مال شما ملت، مالیات مال شماست، وقتی به من دادید من جاده میسازم، پل میسازم، ناوگان حمل و نقل نوسازی میکنم. اما یک دولت غارتگر و راهزن چیکار میکنه؟ پول نفتو میگه بریزی تو حساب خاصی که فقط من خبر دارم چقدر اون تو هست، این پول رو هم چون مال من دولت راهزنه میپرسم در بانک های غربی، هیچ کس هم خبر نداره به نام کیه اونجا. مالیات میگیریم، نه جاده میسازیم، نه ناوگان رو نوسازی میکنیم، نه بیمه و خدمات تأمینی به مردم میدیم. پس دولت راهزن یعنی به کی میگیم دولت راهزن؟ به همین مناسبه. در واقع اینا راهزنان مدرنه، دولت هایی که غیر خدمتگزار به مردم هستن از مال مردم میدوستن، همین مردم اگر بگن مال ما کو، جانش رو هم میگیرن، بگن شما صلاحیت ندارید برای اینکه ما جامعه رو به دست شما بدیم، نهادهای مالی رو به دست شما بدیم، جانشون رو میگیرن.
یعنی آنچه که لاک داره در قرن 17 میگه ما امروز داریم لمس میکنیم. این متون برای جوامع غربی متون کلاسیکن، موضوعیت نداره. الان اگه کسی لاکو بخونه میگه خب مربوط به گذشته بوده، بله. ما امروز ما اینا رو نداریم در جامعه انگلستان، در جامعه غرب. اما ما ایرانی ها داریم زندگی میکنیم با این دولت راهزن. راهزن ها همینه، اینجا عملا نمیان بر علیه شما شمشیر بکشن، میگن قانونه، قانون تصویب کردیم، مالیات اینقدر، قانون تصویب کردیم، شما اینجوری باید زندگی بکنید. اعتراض بکنید تمامه. خب ادامه میده لاک در تبیین همین مسئله: خسارت و خشونت از هر جانبی وارد شود، باز هم خسارت و خشونت به شمار می آید، حتی اگر تحت نام و شکل قانون و توسط کسانی صورت گیرد که از سوی قانون مأمور اجرای عدالت هست. نکته بسیار مهمی است. در نوبت‌های پیشین من عرض کردم برای اینکه شما انسان‌ها رو تحت انقیاد در بیاری، نمیتونید بگید این خواست منه، دستور منه، چون بار منفی داره. میگید این قانونه، چون نام محترمی است، بار ارزشی مثبت داره. دیکتاتورها نمیگن من دستور دادم، میگه حکم قانونه. اما دستور خودشون رو در مجالس تبدیل میکنن به قانون. یعنی اوریان نمیان بگن ما میخوایم جیب شما رو بزنیم، مال شما رو بگیریم، جان شما رو به بازی بگیریم. میگن قانونه. حالا تحت عنوان قانون مالیات ها تا قوانین دیگر میخوان جیب راننده ها رو بزنن، قانون در اداره راهنمایی تصویب میکنن، یه مامور هم میذارن اونجا، مامور وصوله. ما هم فکر میکنیم خب طبق قانون جریمه شدیم دیگه، باید پولو بدیم. قانون تصویب میکنن که آب و برق مردم رو به این وجه بگیری، چون بودجه نداریم، صندوق خالیه، 10 برابر میکشیم روی آب و برق. ما هم میگیم خب پول آب و برق میدیم، نمیگیم داریم پول زور میدیم، پول راهزنی میدیم. لاک داره به این مسئله اشاره میکنه، میگه قانون خشن، رفتار خشن، خشن حتی اگر تحت عنوان قانون و توسط مأمورین دولت انجام بشه. پس اگر دیدی کسی لباس نیروی انتظامی تنشه، به این معنا نیست که آدم محترمی است، نه، او یونیفرم غارتگران رو پوشیده. حالا درجه بندی هم دارن هر کدومشون، ولی ما میگیم مأمور قانون اومده جلو در خونمون. حالا چرا این آقا مأمور قانون نیست؟ لاک بعدها توضیح میده که اصلا این قانون نیست که این آقا اومده از شما داره پول میگیره. این همون مرامنامه و اساسنامه و آیین‌نامه‌ای است که راهزنا نوشتن. حالا لاک اینو نمیگه، ولی سنت اگوستین اینو خیلی زیبا گفت، گفته اینا دولت‌های راهزن هم. یه آیین‌نامه‌ای برای تقسیم غنایم داره، رهبر اینقدر میگیره، رئیس جمهور اینقدر میگیره، مأمور نیرو انتظامی، فرمانده سپاه اینقدر میگیرن. یه آیین‌نامه بین خودشون دارن، آیین‌نامه تقسیم غنایم. در اسلام هم هستی که 1/5 غنایم مربوط به رسول الله است، اونا بر صلاح دید خودشون خرج میکنن، ما بقیه بین جهادگران تقسیم میشه. رژیم های استبدادی هم یه آیین‌نامه برای غارت وجود داره، متا به ما مردم گفتن این قانونه، ما هم باور کردیم، گفتیم خب قانونه. چقدر از جوانان این مملکت رو کشتن، همسایه ها سکوت کردن، گفتن پسرش غیر قانونی رفتار کرده، بردنش در محکمه محکوم شده. مگه در رژیم های استبدادی محکمه وجود داره؟ گرفتار مردم رو میبرن به خاطر تار موی سر 10 سال حبس میدن، این قانونه؟ نه، فقط چون حاکم میخواد رعب و وحشت ایجاد کنه.
میگه اگر دیگران تبعیت کنند، مجازاتی که به سلیمانی امیری دادیم منتظر شماست. اما اون قانون نیست. قانون باید همون گونه که لاک میگه با اطلاع مردم و با نمایندگان مردم باشه. من عرض کردم در ایالات متحده از همین اندیشه های لاک استفاده کردن برای اینکه از انگلستان خودشون رو جدا کنن. یکی از مواردی که به اون استناد کردن همین بود. دولت انگلستان از مستعمره نشینان، یعنی در اون 12-13 ایالت امریکای آن زمان، مالیات زیادی میخواست، از حق تمر گرفته تا بقیه مالیات هایی که برای محصولاتی مثل چای و دیگران بسته بود. پدران بنیانگذار امریکا و افراد دیگری که سرشناس بودن گفتن آقا این قانون نیست، چون نمایندگان ما نیستن که در مجلس انگلستان نشستن، یا نمایندگان اعلی حضرت در انگلستان نشستن میخوان مالیات وضع کنن. خب صلاح ما رو در نظر نگرفتن، میگن هر چه ما از مستعمره نشینان بیشتر بگیریم به نفع ماست. این اندیشه از همین دیدگاه لاک بیرون آمد. لاک گفت زمانی انسان ها میتونن تن به یک قانون بدن که اون قانون برآمده از خود اونها باشه، از نمایندگان اونها باشه. من نمیتونم زیر بار تعهدی برم که نماینده من نبست. شما به مجلس شورای اسلامی اینا نگاه بکنید، نمایندگان ما هستن. پس هرچی از اون مجلس بیرون میاد قانون نیست، بنابر نظر حکومتی. لاک میگه نباید تن داد، نباید فریب خورد که ما مجلس داریم مثلا قانون داریم. نه، اینا هیچ در مجلس هم نه قانون هم. مجلس جایی که صدای ملت اونجا باشه. قانون هم چیزی که مردم اون رو بپذیرن، نمایندگان واقعی اونها اون رو تصویب کنن. تمام این قانون مردم رو پاسخگو کرده. حکومت دستش بازه. مشروطه ما در طول این تاریخ برعکس عمل کرده. در همه جهان مشروطه شده که حاکم رو محدود کنن، ما نظام سیاسی داریم که مردم رو محدود کرده. دست حاکم بازه، در جان مردم، مال مردم، در همه چی بازه. تفاوت دقت میفرمایید در کجاست؟ ولی یه دم لذت میبرن، بریم پای صندوق های رأی بدیم. آقای فلانی میخواد نماینده ما بشه. بله، اون میخواد نماینده شما بشه، اما در خدمت یه آقای دیگه است. او داره میره که شما ملت رو محدود بکنه، مردم رو محدود کنه. پاش بیفته امضا میکنه گرفتن جان شما رو. کمایی که نگه نبودن، من عرض کردم زمانی که این قیام و جنبش آغاز شد در این یک سال اخیر، همین نمایندگان آمدن و 220 نفر بودن که گفتن آقا اینا رو باید اعدام کرد، این افرادی که ما گرفتیمشون، اونایی که جز زمین مردم بودن باید اعدام بشن. کدومی کشون آمد گفت این حق مردمه، ما نمایندگان اینا این، باید صداشون شنیده بشه. جان لاک اشاره میکنه خسارت و خشونت از هر قسمتی که بیاد خسارت و خشونت با تحت عنوان قانون و لباس قانون که تن ماموره شما نمیتونید کاری بکنید. قضات ما اینا جنایتکارن، خیلی هاش، نه همه قضات یا در دعاوی مدنی یا اینا، نه، اونایی که در دادگاه انقلاب نشستن حکم میدن برای جرائمی که به قول خودشون امنیتی هست و به نظم اجتماعی مربوطه، اینا جنایتکارن، اینا عوامل اون آقان به عنوان قاضی نشستن اونجا در یک عدلیه مستقل که تحت قانون مستقل باشه، چون این فجایعی رخ نمیده. خب ما میریم به آگهی ها برمیگردیم، ادامه میدیم بحث لاک رو، نکات بسیار مهمی رو هم در پیش خواهیم داشت. یک وکیل یک ایالت،
دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. آژانس امیری این بار شما را به جزایر زیبای یونان دعوت می کند. تور 13 روزه یونان و ترکیه، دیدار از آتن، سانتورینی، میکونوس، استانبول، رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های جیل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته جیل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی ال ویز از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی ال ویز را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه ی اپ جی ال ویز بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید. گروه شرکت‌های گول لاین در شهرهای بزرگ دنیا نماینده فعال می‌پذیرد. اگر از روابط عمومی بالایی برخوردارید و دوست دارید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید، به سایت GL Sales and Marketing مراجعه کنید و فرم مربوط به درخواست همکاری به عنوان نماینده را پر کنید. در صورت تایید سوابق و توانمندی شما به عنوان نماینده شرکت گولداین، می توانید برای فروش تبلیغات در GL Viz، شارژ اشتراک GL Viz، شارژ اپلیکیشن تلفنی دیجیتال، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. جی ال ویز با کمتر از 1000 دلار در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می نماید. آگهی های جی ال ویز بر روی تلویزیون های هوشمند، تلفن، تبلت های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید جی ال ویز پخش خواهند شد. این آگهی ها علاوه بر 10 کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم ها و سریال های محبوب جی ال ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. 201-647-429-3999. خب با درود مجدد خدمت یکایک بینندگان گرامی، بعد از اینکه لاک سعی میکنه وضعیت طبیعی و وضعیت سیاسی رو شرح بده، حالا میخواد مقایسه بکنه وضعیتی که افرادی مثل سر رابرت فیلمر و توماس هابز
در باب سلطنت مطلقه برمیکشن که سلطنت مطلقه برای جامعه ما خوبه. این دیدگاهی است که آیسر رابرت فیلمر و توماس هابز دارن. حالا لاک میخواد این مسئله رو بعد از تبیین وضعیت طبیعی و وضعیت سیاسی تشریح بکن. کاملا روشن است که سلطنت مطلق که برخی آن را تنها شیوه حکومت در جهان پنداشتند به راستی با جامعه مدنی سازگاری ندارد و نمیتواند شیوه ای از حکومت مدنی به شمار آید، چرا که غایت جامعه مدنی اجتناب و مداوای ناملایماتی است که مردم در وضعیت طبیعی تحمل میکردن، ناملایماتی که ضرورتاً از داوری و قدرت اجرایی هر کس برای خود نشأت گرفته است. مردمی که چنین مرجعی، یعنی مرجع داوری فست خصومت را در اختیار ندارند که در مورد اختلافات آنها داوری کند، هنوز در وضعیت طبیعی به سر میبرند. در چنین وضعیتی حتی شاه مطلق العنان نیز در ارتباط با کسانی که تحت سلطه او هستند در وضعیت طبیعی زیست میکنند. یعنی در واقع جان لاک داره میگه در نظام‌های استبدادی سلطنت مطلقه یا هر سیستمی، فرق نمی‌کنه خلافت باشه، امامت باشه، ریاست جمهوری مطلقه باشه، فرق نمی‌کنه، عنوانش مهم نیست، مهم محتواست. همونطور که عرض کردم گاهی ما رو با نام قانون فریب میدن. اخلاق غیر انسانی و ضد بشری عنوانش رو میذارن قانون و بعد اون رو اجرا میکنه، ما میگیم قانون است، در حالی که قانون نیست، یک رفتار غیر اخلاقی است، تبدیلش کردن به قانون. عناوین سیاسی هم همینطوری، طرف میگه من رئیس جمهورم اما 50 سال مونده نه انتخاباتی هست و نه رقابتی هست و نه هیچ. کدام جمهور؟ بنابراین چون عنوانش میتونه بسیار جالب باشه میتونه ما رو فریب بدن. پس بسیار باید دقیق بود بر روی محتوای یک مسئله تا نام یک مسئله. جان لاک میگه سلطنت مطلقه این وضعیت طبیعی میمونه، یعنی انسانی که یک مرجعی نداره که تمایل خودش رو، مطالبه خودش رو، ارزش خودش رو تحت عنوان قانون توسط نمایندگانش تصویب کنه و بعدم اگه درگیر شد بتونه به یک مرجع فست خصومت بره، چون اون سلطان مطلق همه چیز در اختیار خودش گرفت. از آنجا که سلطان مطلق کسی است که هم قدرت قانونگذاری یعنی مجلس و هم قدرت اجرایی یعنی دولت را در دست دارد، در صورتی که اختلافی میان او و رعیتش بروز کند و یا آسیبی از سوی سلطان و یا به فرمان او به آنها برسد، داوری یافت نمی شود که با آمریت بی‌طرفانه میان رعیت و سلطان داوری کند. چون این فردی خواه سزار باشد یا خان یا هر نام دیگری داشته باشد، نسبت به رعایای خود و همه انسانها در وضعیت طبیعی به سر می برد. در واقع جان لاک هم اشاره میکنه، میگه شما به وضعیت نگاه کن، نگاه نکن نامون آقا امام، شاه، خلیفه است، ولی فقیه، ببین روابط چگونه است. یه مجلسی وجود داره که مردم نمایندگان خودشون رو بفرستن اونجا؟ آیا عدلیه یا قوه قضاییه وجود داره که شما وقتی از دست حکومت و نحوه قوانین و رفتار شکایتی دارید بی طرفانه به شما نگاه بکنه؟ اگر چون این وضعیتی ندارید، شما در وضعیت جنگی هست، در وضعیت طبیعی هست. ادامه میده لاک، کسی که خواهان از میان بردن چون این مرجعی باشد، یعنی دو مرجعی که لاک میشمره، مجلس و دولت که اینا متعلق به مردم، کسی که خواهان از میان بردن چنین مرجعی است
دشمن جامعه و دشمن نوع بشر است. یعنی حاکمی که مجلس رو تعطیل میکنه، ادلیه رو تعطیل میکنه، قانون در واقع قانون اساسی رو تعطیل میکنه، جان لاک بهش میگه این دشمن جامعه بشری است، دشمن بشریت. حالا این وضعیت در مورد خودمون نگاه بکنیم. شاهان ما، فقهای ما، اونایی که در ایران قدرت گرفت، کدومی که شون مجلس رو احیا کرد؟ یعنی گفتن من اجازه میدم نمایندگان واقعی مردم برن در مجلس؟ کدوم یکیشون به قانون اساسی وفادار بود؟ کدوم یکیشون عدلیه‌ای گذاشت که بشه از این آقایون شکایت کرد؟ مشکل در جایی است که ما اون کسانی رو که جان لاک دشمن جامعه بشری میدونه ستایش میکنیم. دقیقا میفرمایی تفاوت ما با این افراد در کجاست؟ از قبل تفکر ما هست که دائما در یک جامعه استبدادی زندگی کردیم و از قبل اندیشه های لاک هست که جهان غرب به اونجا رسید. حالا برمیگردم به اون صحبت نخستینم. شما برای داشتن جامعه سالم نیازمند یک داوری منصفانه هستیم. در نوبت پیشین بحث خیر عمومی رو مطرح کردم، خیر همگانی رو، که خیر همگانی چی است؟ آیا اگر کسی یک سیب به ما داد خیر همگانی به ما داده یا نه؟ از اون درختی است که میتونه برای همیشه اون سیب رو به ما بده، باغبانی است که میتونه اون درخت رو حفظ بکنه، کدومی کی؟ اینو فراموش میکنیم. اینا مستبد مجلس رو تعطیل میکنه، عدلیه رو از بین میبره، قانون اساسی رو فاقد موضوعیت میکنه، بعد ما اونها رو ستایش میکنیم. بعد جالب اینه که همه این دیکتاتورها میگن ما ملیگرا هستیم. من نفهمیدم این چه ملی گرایی است که صدای ملت وجود نداره؟ مگه ملی جز ملته؟ گرایش به ملت دارید؟ خب مجلس شما احیا کردید، یعنی اگر مجلسی مشکلی داشت یا آدم ملی گرا میاد اون موانع رو برمی‌داره. قوه قضاییه رو احیا میکنه که ملت یه معمنی داشته باشه، یه پناهگاهی داشته باشن که اگر حقشون خورده شد برن بگن آقای مأمور دولت حق ما رو خورده، مثلا خود دولت حق ما رو خورده. شما برید به پادشاهان ما نگاه بکنید، مثلا عدلیهی وجود داشته در همین زمان عدلیه مدرن که آمد، شما عدلیه میبینید. بله دعاوی مدنی افراد با افراد که اون مشکلی نیست، در جمهوری اسلامی هم همینه، شما نه چکی از کسی داشته باشی میری وصول، دعوای ازدواج و طلاق داشته باشی انجام میده، اینا محل بحث ما نیست. نگید بله اون زمان هم قانون بود، عدلیه بود، بله بود، اما مربوط به دعاوی عادی است. جایی که صحبت لاک هست اینه که حکومت وقتی خودش میاد دخالت میکنه، مال مردم رو میگیره، ما باید به کجا مراجعه بکنیم؟ بعد از رفتن رضا شاه همین نمایندگان مجلس، آقای مؤید احمدی آمد به اشاره، ما اینا رو بعداً خواهیم خواند در جلسات آینده که به بحث مسائل انقلاب هاست، گفت رضا شاه 44,000 فقره سند به نام خودش زده. من نمیگم، نماینده همون مجلس میگه، آقای دکتر مصطفی علموتی ها و دیگران در کتاباشون هم آوردن. این مردم بعد از رفتن رضا شاه رفتن در مجلس سر و صدا کردن، یه سری از این زمینا رو به اونا پس دادن، یه دیگه اصلا مالکانشون فوت کرده بودن، اینا رو دادن به بنیاد پهلوی و اینا. جمهوری اسلامی آمد همین داستان،
این یکی ساواکیه، اون یکی سلطنت طلبه، اون یکی فلان، اموالشون رو مصادره کنی. چه کارخونه هایی از مردم گرفتی به بهانه اینکه اینا پادشاه بود دوست داشتن، دوتا عکس تو خونهشون بوده، طرف زحمت کشیده کارخونه ای ساخته، اومدن گرفتن به هر بهانه. چقدر اموال بهائیان رو گرفتن، چقدر اموال یهودیان رو مصادره کردن. تازه اگر کسی میخواست شکایت بکنه که جانش هم میداد. صحبت ما سر این هاست، نه اینکه دو نفر دعوای چک و سفته دارن میرن در دادگاه میگیرن. بله در هر نظامی هست، چون به حقوق حاکم خلل وارد نمیشه. ما مسئله سر اینه، کسی که مجلس رو به هر بهانه تعطیل میکنه گرایش به ملت نداره، گرایش به خودش داره، چون نمیخواد صدای مردم اونجا شنیده بشه، نماینده‌های واقعی مردم بیان اونجا. بعد ما میگیم ملیگرا، کجا ملیگرا، کجا به مردم بها داده شده؟ یکم قضاوتمون رو درست بکنیم. ملیگرا کسی است که اگر مانعی وجود داره که صدای مردم شنیده بشه، اون مانع رو برطرف کنه. امروز شورای نگهبان اجازه نمیده کسی ملیگرایی بکنه. چرا؟ چون رصد میکنه، میگه اگر التزام داری به ولی فقیه، اگر رفتار و اعمال و سکنات و حسنات و سیئاتت با ما میخوره، دعوتت میکنیم بفرمایید شما کاندیدی، اگر نمیخوره میذاریم کنار. صدای ملت اونجا شنیده میشه؟ آیا قانونی که در اونجا میخواد تصویب شه یک نهاد بالا دستی مثل شورای نگهبان نظارت میکنه؟ آیا صدای ملت میتونه تصویب شه؟ دولتی که برآمده از همون هاست دولت مردمه؟ یعنی این مردم آدم دیگه ای نداشتن رفتن دنبال رئیسی؟ اگر 50 سال بعد همین افراد نظام بیان و بگن آقا ما یک نظام ملیگرا داشتیم، یا معنی ملیگرایی رو نمیفهمن، یا نمیدونن اون سیستم چگونه کار میکرد. ارسطو به همین دلیل اشاره میکنه که اصلا نظام های استبدادی یا دیسپوتیسم هیچ مسئله با ملیگرایی نداره، با مردم نداره. اون زمان واژه ملیگرایی نبود، با مردم نداره. چرا؟ چون مناسباتشون ارباب بردگی است. مناسبات شهروندی نیازمند احترام متقابله بین حاکم و مردم. اگه حاکم خطا کرد، مردم باید بیان احقاق حق بکنن. کجا ما چنین چیزی داشتیم؟ ذهن مردم رو فاسد میکنیم. اونا ملیگرا بودن، اینا ملیگرا نیستن. نه خیلی، هیچ کدوم ملیگرا نبودن. اندکی با رفتن این افراد گشایش حاصل شد. از سال 1320 که رضا شاه رفت تا حدود سالهای 27-28 اندکی فضا باز شد، صدای مردم، احزاب مختلف اومد. تا اون آقا دوباره قدرت گرفت همه رو بست. بعد انقلاب هم همین بود، یه دوره نمایندگان مجلس آزاد بودن، بعد دیدن نه، صدای مردم نقده، بررسیه، انتقاده، باید بست. 40 سال داستان ما همین، هر کدومشون هم خودشون ملیگرا میدون، اما کاملا فرقه گران. هیچ جای ملت اونجا نیست. شما قانون اساسی رو باز کنید، یه بخشی داره به نام حقوق ملت، تعریف شده در قانون. به همون نیمبند حقوق ملت هم اهمیت نمیدن، ارزش و احترام قائل نیستن. بعد ما به اینا میگیم ملیگرا، در حالی که جان لاک میگه دشمن جامعه بشری هست. و متاسفانه وضعیت ما تا زمانی که این قوه داوری خودمون رو اصلاح نکنیم، درگیر شعارها بشیم، تعریف و تمجیدهای علکی بشیم، همین. خب ادامه میده جان لاک، ما این امر تو یه دیه اصاره کرده بودن که این وجود پادشاه برای نظم جامعه مفیده، این قدرت مطلق او باعث میشه که جامعه سر و صداشون بیرون نیاد. حالا رو پاسخ میده، ما این امر که آیا داوری سلطان، سلطان مطلق منظورشه، سلطان مطلق نشأت گرفته از عشق به جامعه و نوع بشر
و دین نیکوکاری و محبتی است که انسان‌ها نسبت به یکدیگر دارند، دیدید میگن پادشاه پدر ملت، امام پدر مردمه. این تعریف تمجیدهای بی جهت. پدر واقعی کسی است که به بچهش مهر و عطوفت داره، دیگه بچهش چیزی میخواد و پدر اون رو درست میبینه براش میخره. کدوم دیکتاتور پدر ملتی؟ هلالی بهش وارد بشه جانه اون افراد میگیره. پادشاهان مگه ما کم داشتیم فرزندان خودشون رو کور کردن؟ شما به تاریخ صفویه رو دیگه، حالا اون قدیمی هاش هم که دیگه نمیخواد، همین از صفویه شروع بکنی. مگه اینا جز پادشاهی ما نیستن؟ جز سنت ما نیستن؟ وقتی میگی سنت 2500 ساله داریم، این فرجه 2500 ساله رو بیارید، اسامی پادشاهان رو بیارید، ببینیم کدوم یکشون ملی‌گرا بود. به جای شعار باید دلیل اقامه کنی. فرزندان خودشون رو کور کردن، کشتن، کنار زدن. چرا؟ چون ترسیدن که نکنه این پسر من بخواد جای من رو بگیره، میخواد در برابر قدرت من بیست. بعد حالا این آقا میاد به مردم بها بده که شما میتونید، بله، بخشی از قدرت من رو میدم به شما، شما حکم صادر کن در مجلس، شما در این محکمه داور باش که اگه من خلافی کردم یقین منو بگیری. وای، از سطح استدلال هامون انقدر مضحک میشه. همین دلیل گهگاه من سوال میپرسم در برخی از این پلتفرم ها، پاسخی وجود نداره. پادشاه ملیگرا، حاکم ملیگرا، اصلا اینجوری بگیم، حاکم ملیگرا کسی است که یک قدم برداره در راستای اصول بنیادی و حقوق بنیادی مردم. اگه فردا روزی هر کسی آمد گفت من ملیگرام، اما شما حرف نزن، مجلس مال من، شما به جایی نرو، قوه قضاییه با من، نیاز به حزب نداریم، خودم همه کاره هستم، شما بدونید اون ملیگرا نیست، اون دشمن جامعه بشری است. خب لاک ادامه میده، میگه این پادشاهی که شما میگید به خاطر مهر و محبت این کارو میکنه، این گونه نیست، زیرا چون این محبتی چیزی بیشتر از محبت همه انسانهایی نیست که عاشق قدرت، منافع شخصی و بزرگی خود هستند. چون این انسانی طبیعتاً برای سودجویی و لذت خود و استفاده از کار و زحمت آنها از حیوانات مراقبت میکند و اجازه نمیدهد که آنها به یکدیگر صدمه‌ای برسانند و یا باعث نابودی هم شوند. بنابراین مراقبت از این حیوانات نه به دلیل عشقی است که ارباب نسبت به آنها دارد، بلکه به دلیل خودخواهی، عشق به خود و سودی است که آنها برای او برمغان می‌آورند. در واقع جان لاک داره میگه شما چوپان رو دیدید، گوسفندانش رو به خوش منظرترین مرتع میبره، بهترین علف ها رو بخوره، بهترین آب ها رو بنوشن. میگه شما فکر میکنید برای محبتی است که به گوسفندان داره؟ نه، در درجه اول میخواد این گوسفندان پروارتر بشن، بیشتر عمر کنن، بیشتر زاد و ولد کنن که او صاحب بره های فراوان بشه، اونها رو با وزن بیشتر بفروشه. نه اینکه به اونا عشق داره که صبح تا شب وقت میذاره میره زیر درختی چوپانی نشسته، گوسفندان در حال چریدن. نه، میگه اینا رو یکم از اون فضا بیاییم بیرون. اگه یادتون باشه ما بحث شاهان، غارتگران و ثبات یافته آقای مانکرولسون رو خواندیم. جان لاک صده ها قبل از مانکرولسون داره همین رو تبیین میکنه، میگه اگه چیزی به شما میده که بخورید و خوش باشید، به این معنی نیست که به شما عشق داره، نه، چون شما در نهایت به نفع او دارید عمل میکنید. آقای مانکرولسون هم همینو گفت. در درون این نظام و این سیستم، حالا سیستم استبدادی، هرچی عنوانشو میذارید، ریاست جمهوری میذارید، پادشاهی میذارید، فکر نکنید اون شخص مستبد بخواد به شما خدمت کنه، نه، در نهایت او هست که این جامعه رو به نفع خودش مصادره میکنه. ما این بحث لاک رو در آینده هم ادامه خواهیم داد تا به حق قیام یا جنبش های انقلابی برسیم که مسئله بسیار مهمی است که مربوط به بحث پیرامون انقلابای خود ماست. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشید.
هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل اولیه دارند.